دکتر ایرج ناصریان وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا های فدرال و دادگاههای بی‌آی‌ای ای در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکرین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید تلفن های تماس 855 947 7900 و یا 310 337 7900 و, 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 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین درود بر شما امیدوارم که روز و زندگی رو تحت شرایطی که موجود هست به خوبی بگذرونید و یه روزی به عنوان انسان های آزاد بتونیم به مملکت خودم به خاک خودمون پا بگذاریم این برنامه فقط برنامه هستش در مورد امیگریشن صحبت میکنیم و از در حدود دو دکید بیش از بیس سال پیش شروع شده همه این برنامه بر این بوده که اطلاعات جدید و اطلاعات صحیح رو تا اونجایی که میدونیم با شما صحبت بکنیم با کسانی که در این مورد احتیاجی دارن کمک بکنیم این برنامه رو من درست کردم و در زم برای روزایی دو روزم در هفته بین ساعت ده تا دوازده برنامه گذاشتم که هر کسی سوال میخواد بکنه در مورد کیسش من باهاشون صحبت بکنم این البته این برنامه بازپخش داره علاوه بر اینکه بازپخش داره در یوتیوب نگه داشته میشه یوتیوب هم آدرسش اونجا باید باشه فکر میکنم برین تو یوتیوب ناصریانه که بزنین اسم من و چند تا از اقوامم میاد که مال من فقط نوشته آدرس من فقط نوشته که لافی لا سیر از این امروز من بیشتر درباره اطلاعات جدیدی که در مورد این وضعیت امیگریشن هست بذارم من یه تلفن باید بفرم کنم چیز باشه الو بفهمید. درود بر شما بفهمید. با این ناصری هم صحبت میکنم؟ من ناصری هستم در زمین روی ایر هستیم صحبت شما بخیر من یک سوال داشتم دکتر من ماه جولای پارسال پروندم توی انویسی برای خانومم و دخترم کامل شد، دیجیو شد اینکه من پروندم توی انویسی بود برای عفدای بیت آف سپورت براشون بالای خط فقر همون چیزی که باید باشه درآمد داشتم و اعلام کردم افدیوی سپورتشون رو پر کردم و مورد قبول شد الان ماه آینده توی ایروان اینا آ آ مصاحبه دارند و من تکس ریترن سال 2022 مو اکستنشن گرفته بودم سوالم اینه که آیا درآمد سال 2022 من هم لازمه که بالای اون خط فقر اون 125 درصد بالای خط فقر باشه کماکان یا اینی نه فقط اگه تکت داده باشم برای سفارت کفایت میکنه از کجا زنگ میزنی شما من از شمال کالیفرنیا از شمال کالیفرنیا بذار ببینیم که اصلا چرا این هفته سپورت رو میخوان افتر یه سپورت میخوان برای اینکه بگن از هر که در بعضی موارد در مورد نان امیگرانت هم از اه... که میخوان بگن این شخصی که شما براش پتیشن کردی موقعی که وارد آمریکا میشه اگر احیانا بیاد اینجا از کمک های دولتی استفاده بکنه مثلا بره اینجوری که توی اه... مجامع ایران صحبت میکنن کمک دولتی بگیره یا از اینکه بیاد بره فوز بگیره یا از استفاده بکنه که از دولت باشه اگر بره وام بانک وام بگیره به شما مربوط نیست برای این میگن که ما میخوایم مطمئن باشیم این کسی که براش پتیشن کرده انقدر استطاعت مالی داره که بیاد اینو سپورتش بکنه حالا ممکن من این کام موقعی که به افتیوید سپورت تو ام وی سی پر کردم این بوده مثلا من مجردم بگیم این کام من بوده شست هزار دلار یا صد هزار دلار ولی این کام سال گذشته من بوده نوزه هزار دلار کارم ها از دست دادم کووید اومده نمیدونم لیاف شدم وده اونا میخوان الان موقعی که اینا میرن امبسی یک دونه افتیویز سپورت جدید و سپورت این داکومنت با خودشون ببرن آه، بسیار خوب پس یعنی این تکس نا... اه... که میخوام برن سفارت اهمیتش به همون اندازه و که oh, او من گفتم دلیلش چه دلیلش که میبینه آیا شما هنوز استطاعت مالی دارین که بیان این رو اه... چیش کنین سفرچش بکنیم که کمک دولتی نخواد بگیره خیلی ممنونم از شما دکتر تو متشکرم روز خوبی داشته برگردیم به صحبتی که میخواستیم بکنیم ولی بعضی موقع هست من تلفن میشه و فکر میکنم که از ایران هستش روی نصاب تلفن رو برمیدارم ولی به دور کلی من فکر میکنم یه بیست دقیقه دیگه خط آزاد هست و هر کی زنگ بزنه من جوابشون رو میدم خیلی خوب ما اومدیم نگاه کردیم گفتیم که خب اطلاعاتی که به مردم داده میشه یا سر میز شام نشستن قرم سبزی ها رو خوردن همشون در مورد سیاست و نمیدونم این یو اف او فلای یا اینکه در کره ماه چه خبر هستش صحبت میکنن در زمین امیگریشن هم صحبت میکنن البته بعضی که در مورد امیگریشن صحبت میکنن ممکنه اطلاعات درستی در مورد کیس خودشون داشته باشن ولی به طور کلی استچود یا قانون جور نوشته میشه که بیاد باید طبق استچود رفت رفتار بشه ازش این ورما نداره مثلا بگم الان برای لاتاری کسانی که تقاضا کردن اگر ساعت دوازده و یک دقیقه آخر اکتبر بود در روز اول سپتامبر بود اگر هم که کنسولگری بیس هزار تا ویزا داشته باشه دیگه نمیتونه ایشو بکنه ولی ایش مثل ایمیگریشن که توش دسکریشن لا قاضی درش رول بازی میکنه ممکنه که از یک کیس به کیس دیگه فرق بکنه رو نساب بعضی یا رو اطلاعات غلط که من بارها دیدم بارها و بارها دیدم که یک نفری میاد یه ادوایس چه به یه نفری میده اشتباهی ادوایس میده به عنوان مثال بهتون بگم خانم اومد پلو من چندین سال پیش که دخترش دانشوی پزشکی بود و این دختر مجرد بود مادرش تازه گرین کارت چی گرفته بود لاتری گرفته بود گرین کارت چی گرفته بود بعدا همینجور که دوره هم فامیل نشستی بودن بهشون پیشنهاد میکنن که اجزه بدین که سیتیزن بشی بعد برای دختره تقاضا کنی خب این ادوایس غلطی بود و منجر به این شد که پنج سال که بعد از این گذشته بود سیتیزن شده بود و حالا من گفتش که من میخوام برای دخترم تقاضا کنم گفتم چرا پنج سال پیش این کارو نکردی که این خب میتونست این دختر خانم شما و از یکی پزشکی رو فارغ تحصیل میشد میتونست خیلی کارهای دیگه انجام بده اگر میخواست مسافرت بکنه اگر میخواست بیاد به شما جمعه بشه گفت فلانی گفته گفتم خب این عدواز های غلطه رو این برنامه رو اینجوری شروع کردیم بارها هم شده ممکنه نفر به من تلفن کرده من این چیزی رو نمیدونستم اتفاقا در ندانستن سه تا چیز خوبه موقعی که میگی من نمیدونم ادواس غلط به کسی نمیدی اگر آدم درستی باشی میگی من میرم این ندانستنمو تبدیل به دانش میکنم میرم سرچ میکنم این ور و اون ور و این چیزی رو که نمیدونستم یاد میگیرم سوم کارش خوب چی اینه که اگر یکی دیگه اومد تقریبا مشابه اون سوال از تو کرد با دانش بهش جواب میدی رون ساب ایبی نداره که اگر یه نفر بگه من نمیدونم جوابتو بعدم میدم ولی الان اطلاعات غلط بهت نمیدم رون ساب این برنامه رو ما اینجوری شروع کردیم بارها شرکستانی بود که از من تقاضا کردن که از من سوال کردن روی ایرم بود سوال کردن گفتن این چیه گفتم من نمیدونم بذار هفته دیگه براتون میگم این رو من به این دلیل ما این برنامه رو شروع کردیم و اسمش گذاشتیم آشنایی با قانون الان در حال حاضر ما میبینیم مشکلات زیادی برای جامعه ایرانی شه اولین مشکل برمیگردیم به چهار سال پیش بیدیم چرا مردم از این مملکت مهاجرت میکنن مملکتی که زندگی راحتی داشتن چه دلیلی شده که در این چهار سال گذشته سیر سعودی مهاجرین به خارج از مملکت حتی به کشورهای ترکیه و این اونور را آمریکا رو بگذاریم استرالیا رو بگذاریم نمیدونم اروپا رو بگذاریم حتی به ترکیه هم اینقدر مردم باید مهاجرت بکنن از, مردم، از مملکتشون بیان بیرون خیلی خوب اه الان جوری شده که کسانی که مثلا بگم تقاضای پناهندگی دیگر کردن یا تقاضای ویزای فامیلی کردن که این تقریبا یکی از اصول امیگریشن هست. فامیلیونیتی فامیل دوره هم جمع بشن خب الان چرا باید کسانی که چندین وقته که پتیشنشون در نشنال ویزا سندر مونده و هر یه دو ماه یه مرتبه اگر که سوالی بکنن براشون یه دونه ایمیلی میاد که این ایمیل پیش نوشته الکترونیک جواب میده که پرونده شما از ادمنستریتریبلی کامپلیت هستش باید سب کنید تا کنسول گری بهتون چی بده بهتون وقت بده آیا کاری با این میشه کرد نه برای چی برای اینکه تعداد افرادی که از مملکت ما که میخوام بیام بیرون میخوام مهاجرت بکنم به هر دلیلی موقعی که به نشنال ویزا انقدر زیاد هست و تعداد کنسولگری هایی که به ایران ایرانی هستن و از ایران مهاجرت کنن فقط سه تا کنسولگری در حال حاضر بیشتر نیست البته یکی دیگه هم اضافه داره میشه که اونو من الان یارمه در ظرف دو سه هفته گذشته مرتب نصف شبابش عمان تلفن میزنم ببینم که چجوری میتونیم این راه باز بکنیم ولی نور امیدی هست که داریم این کار رو انجام میدیم رونساب بگیم الان سه تا نصفی کنسولگری کار میکنه این همه با... کسانی که تو بساب... تو صف امیگریشن هستن باید سب کنن تا کنسولگری بهشون وقت بده و وقت بارها شده کسانی هستن که واقعا بگم حتی نزدیکترین کس من الان میخواد این پروندهش کامل کامل هستش و الان یک سال خورده ای که حتی ما کنسولگری رو هم عوض کردیم باز هم باید منتظر باشیم و وکیل کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه مگر اینکه در یک کیس های خیلی ضروری باشه که مثلا ما الان کیسی دارم که سبستیتیوشن هست پدر این اپلی... پدر اپلیکانت اون کسی کی که بنیفیشری در ایرانه پدرش فوت شده دو سه سال پیش ما مادرش رو اومدیم سابستیتوت کردیم مادره 93 سالشه و مریضه معلوم نیست این که صد سال عمر بکنه ولی عمر که کی،, کی میتونه فردا رو پیش بکنه پرابابلیتی اینکه یه نفر از دنیا بره هرچی که سن بالاتر میره یا مره از بیشتر میشه پرابابلیتیش بیشتره تا یه جوون 25 ساله سالم 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 رون حساب احتمالی این آدم که 93 سال هست و 15 سالی که بچهشو ندیده آرزوش اینه که میگه من میخوام پیش از اینکه از این دنیا برم که همه ما یه روزی از این دنیا میریم میخوام بچه‌ام ببینم در این مورد مثلا من تقاضای اکسپدای پراسسی میکنیم و غیر از این صورت همه باید تو صفایشیم تقصیر وکیلتون نیست چه من باشه چه کسان دیگه باشه تقصیر اون نیست تقصیر اینکه صفه مثلا شما میرین توی گروسری استور میبینین صف 20 نفر جلو وایسته شما نمیتونین بیان جلوی صف برین مگر اینکه مثلا به اونایی که تو صفن یا به اون کشیر چی بکنید که من مثلا بگم یه ناراحتی قلبی دارم باید زود برم که مثلا دارومو تو خونه بخورم ممکنه به همه اجده بدن. احتمال زیادی هم از بهتون اجده بدن. ولی در غیر این صورت از وکیلتون خورده نگیرین اینکه دست اون نیست. گفتم در خیلی موارد ضروری این ممکنه مثل این کسی گفتم انجام بشه. ولی غیر از این صورت باید تو سفایسیم. سی که تو دیگه میخواستم بکنم من چون چندین نفر هستن در ایران که من قبل از اینکه این, این دایرکتیو سال 2022 بیاد بیرون که آگست 2000 نمازد میخوام جولای 2022 بیاد بیرون من کیساشون رو برای سپاه گرفته بودم برای اینکه تو اون بخشنامه اومده بود یک سری رو ذکر کرد اون بخشنامه نبودش تو دارکتیو تو اون دایرکتیوی که سه تا از وزرای آمریکا درش امضا کرده بودن یکی وزیر دادگستری بود وزیر کشور بود و وزیر امنیت داخلی رو اون اساس من برای اونا اقدام کردم خیلی هم این من زدم آخر سر یا به علت سوالای من یا به هر علت دیگه از چند تا سناتور آمریکایی از از وزیر امنیت داخلی سوال کردن که درباره ها که این کارو کردن این کارو کردن تو سپاه آیا به ایران میخواید ویزا بدین شما اینو به ما توضیح بدید اونم توضیح گفت نه نه این دایرکتی فقط مال هاست ربطی به سپاه ایران نداره و سپاهیایی که خدمت کردن هنوزم چی هستن هنوزم شامل اون به حساب تروریست اکتیویتی انجام میشن اهمیت نداره اون کسی که در ایران سپاه خدمت کرده اگر بوده مثلا یه نفری که آشپزخونه کمک آشپز بوده سیب زمینی پوست میکنده تا اینی که استاد دانشگاه بوده 20 سال سی سال پزشکی درس داده ده مرتبه متاسفانه همه اونا رو توی بسکت گذاشتن غلط اشتباه برده من یه نفری که ده بار اومده آمریکا اگر میخواست تروریست باشه یا دفعه اول یا دفعه نهم یا دفعه دهم این کار میکرد الان که بازن بچش اومده سی و پو... سه هفتم بیشتر توی سباه خدمت نرفته برای بیسیک ترینینگ بعدش همه رو فرستدنش دانشگاه ها که درس بده رون صاحب در مورد سباه همینجور هست دو سه هفته پیش یه نفر که کاملا شامل ای 1 وان می شد یعنی آدستندینگ پروفسور نبود ولی تکنولوژیست و اصلا را دم ببینه میگه حیفه که این افراد از مملکتمون دارن به زور بیرونشون میکنن ولی چون سپاه خدمت کرده بود نتونستیم کاری بکنیم این جواب کسانی که در سپاه سوال میکنم یه دو هفته گذشته صحبتی در مورد الان ما میدونیم مرز الان ما میدونیم مرز به باز هست که حساب نداره همه ایراد میگیرن حتما یه دلیلی داره شکی نداره که موقعی که یک اهمیتی نداره که چقدر اینفکتیو باشه در مقایسه با های قبلی ولی الان در آواز کرده در حدود دونیم میلیون نفر از جنوب مرزهای جنوبی وارد شدن که اینا رو شناختنشون بهشون ریپورت دادن ولی چندین صد هزار نفر دیگه که شناخته نشدن تو مملکت بومدن الان دولت تقاضا میکنه که میگه برای اینو که وارد شدن اجازه کار فورا بدین ولی من که برای یه نفر اسالم تقاضا کردم که باید پنج ماه صبر بکنه باید پنج ماه صبر کنه تا اجازه کار بگیریم آیا این دلیل چیه آرگومنت های زیادی هست شرتژ کارگر در آمریکا به حدیه که گاورنر نورستا کدا میاد میگه آقا من 24 هزار تا پوزیشن آزاد دارم خواهش کنم بیان به ایالت من بنابراین در سر و سر آمریکا در اون لول کاری احتیاج به افراد هست و برای همین دارن چه چشون اونور کردن و میذارن که حتی معمولین سر مرز کمکشون میکنن اینا رو که از آب بیان بیرون و سوار ماشینش کنن ببرن توی هتل بذارن این چه ایمپکتی میذاره روی افراد <تصفح> الان کسانی که اسالم تقاضا میکنن اکثرشون پنج شش سال طول میکشه برای چند نفر من من دیمیست موفق شدم اینا رو مجبور کنم که اینا رو بیان با آفیسل صحبت کنم و موفق شدم ولی موقعی که شما دو سه میلیون نفر اضافه میاد اینا رو بالاخره باید توی آفیس یه نفر باشون صحبت بکنه من و یقنالی بقال که نمیتونیم با اونو صحبت کنیم یا آفیسر ایمیگریشن باید چه کنه این آفیسر ایمیگریشن رو باید از این شغلی که داشته به اصال ما میرسه باید وردارن ببرن چکار کنن به اون اصال ما که دیشب از سالی ورز وارشتادن برسونن رو حساب ما نگاه میکنیم که می‌بینیم که مسئله اصالیم الان عوض خواهد شد یه مقداری هم عوض شده مثلا بگم من شاید متاسفانه در روز هفت تا کیس اسالم داشتم متاسفانه برای این میگم میگم برای اینکه کاشی مملکت ما جوری نبود که کسی بخواد ازش فرار کنه و به اینجا پناهندگی بگیره خیلی بودن اون موقع در ممل... مملکت ما میمدن در اونجا به عنوان مثال بهتون بگم من موقعی در ایران کار میکردم در صنایع الکترونیک کار میکردم یه قسمت کار من در تهران بود یه قسمت کارم در شیراز بود چند تا آمریکایی داشتم که برای من کار میکردن از هیوز اومده در اونجا که برای من کار میکردن عادت من بود که همیشه سر سال که میشد اینا رو قرار داد شو میخواستم چی بکنم نه اینکه با خودش مصاحبه میکردم با خانومش و بچه هاشم مصاحبه میکردم میگفتم شما چرا میخواین تو ایران بمونه یک خانوم بود که شوهرش در شیراز بود و دو تا بچه داشت جیل یکیشون بود جان مثل یکی دیگه بود اسم خانوم باربرا بودش بشم باربرا تو چی میخوای ایران بمونی گفت ببین الان که من اتفاقا شام بودمشون بیرون که مصاحبه بودش گفتش که ببین الان که ما اینجا نشستیم شام بخوریم بچه های من تو خیابون دارن بازی میکنن با بچه های دیگه تو خیابون دل و پس هم اصلا نیستم امنیت اینجا هستش درسته که بشه درسته که دو برابره کارمند ایرانی شما پول میگیرین حالا پولشو بذاریم دلیل دیگه میخوای تو ایران واسه چی ببونی اینجا میخوای یه سال دیگه تمدید بکنین. گفت نیت که داریم ما که در اینجا داریم و مردم البته خب تمام چیزها عوض شده الان رونساب اون چیزی که میخوام بگم اسالم اینه که الان من در نیویورک یه دختر خانومیه که دانشجوی دندان پزشکی هستش اسالم تقاضا کرده کارش دیر شده و من تماس گرفت من با نیویورک اسالم آفیس تماس گرفتم اونا خیلی قشنگ نوشن که ما الان سه تا اولویت داریم اولیت اول کسانی هستند که بعد از این تاریخ وارد آمریکا شدند و تقاضای امیدتی تقاضای اسالم کردن اولویت دوم اینه که کسانی که ما اسکجولشون کرده بودیم ما براشون مصاحبه گذاشته بودیم در زمان کووید 19 و اینا رو ما کنسل کردیم اونا رو در اولویت دومن بقیه هم اولویت سه من باید سب کنن تو صف و الان تعداد زیادشون خیلی زیاد شده برای اینکه الان تعداد کسانی که تقاضای اسالم کردن در آمریکا بغیر از اینا که سر مرز الان باز شدن پیش از اینکه سر مرز واس کرده باشن این مرز همجوری مردم شدن یک میلیون و 600 هزار نفر بوده این جواب کسانی که اسالم صحبت میکردیم دیگه در موردی میخواستم مو صحبت کنم اینه که یه <coughs> قانون به نام 40 ساتس protection act 40 ساتس protection act این بودش که میگم اگر من تقاضا کردم من در ایران بودم برادر من یا من برای برادرم تقاضا کردم روی ویزا بولتلی که نگاه میکنین ببینین چهارده سال طول میکشه برادر من یه بچه ای داره که مثلا بگم که در اون موقعی که من توازه کردم دوازده سال دوازده ساله بوده موقعی که من تقاضا کردم از USCIS اینا طبق اولویتی که دارن پرونده ای که دوازده سال دیگه نوبتشه میذاره اون کنار کدوم پرونده رو جلوش میذاره همسر یک سیزی زن رو پدر ایمیدیت پدر مادر یک سیزی زن رو اینا رو جلو میذاره همینجور که این زمان ویتیم تایم زیاد میشه این پرونده اونی که مثلا مال من برادر بله من تقاضی رو گوشه میست نگاش نکرده هستن بعد از مثلا یک میزش خالی که میشه یک یه دو سه سالی که میگذره اینا میگه خب بذار اون پروندهرم نگاه کنیم چهار سال پنج سال میگذره پرونده رو نگاه میکنه و میبینه که آره من سیزن آمریکا هستم این آره این برادر من آره این برگه زناشوی پدر مادرن آره پس بنابراین اپروفش مونه نویسه نشنال ویزا سنتر بعد از چهار سال چهار سال نیم. این دوازده ساله میگذره این بچه دوازده ساله میشه چقدر بیست سالش Child Status Protection Act این بچه رو پروتکتش میکرد Child Status Protection اکت پروتکشن بچه رو یا اگر دولت اومده چهار سال سب کرده به این بچه بیست ساله چه ربطی داره این چهار سال از بیست سال کم کنه من کیسی داشتم که یه آدمی بود سی و هفت سالش بود پروندهش رو یوسسیآیاس گم کرده بود این پرونده فکر میکنم مال شاید ده هفش هفش ده سال پیش بود ما با یوسسیآیاس که تماس گرفتیم پر... گفت روی ایمیل به من نوشتن گم شده بوده پرونده رو باید پیدا کنیم من گفتم که اگر که از میریم از طریق فریم آف اینفورمیشن اکت که تمام پرونده های همه را مال بنده هم که شست و سال پیش مال آمریکا الان تو اون اونجا یه جا محفوظ داشتن توی چی میگم یک سالن بزرگی اینا رو آرکایوشون کردن آرشیوشون کردن یعنی میگن آرش... آرکایوی اینا پرونده رو ما کشتیم بیرون دیدیم که اگر که ما این زمانی که یو با این تقاضا میکرده و الان دیلی کرده الان تقاضا کرده این سن آدم سی هفت ساله از نظر امیقانون امیگریشن میشه نوزده سالش پرنادش درست کردیم و اومده گیرین کارچم گرفت بعدم زن بچهشم برد اینجا رون ساب این چاله سازس پروتیکشن اکتو باید شما معمولا یک سال بعد از اینکه اون اوریجینال پتیشن اوریجینال اپلیکنت یعنی چی برادر بنده میشه اوریجینال اپلیکنت اپلیکنت چرا برای اون اپلای میکنه برای ویزا من چه من پتیشنم من از دولت تقاضا میکنم برادر من بیارین برادر من یا بنفیشری اسمش یا اپلیکنته <applause> بدن اون زن بچه داره اینا همه دریوتیو اون هستن دریوتیو اونا اگر که موقعی که فیزاشون آماده شد و این بچه الیجبل بود شامل می شد و جوری دفته تو یک سال وقت دارن که برای این چهار الان اونو میخوان عوضش بکنن به بحث ای این عوض کردم من صحبتش با شما میکنم دیگه چیزی که میخواستم صحبت بکنم اینه که اه آه آه اگر شما احیانا یه ده از این گرین کاردا گرین کاردا الان که همه رنگی شده اون وقتهایی که ما گرین کارد گرفتیم واقعا گرین کار گرین بودش و برای همین هم شدن گرین کار الان اسمش رو بذاریم اقامت دائم برگه اقامت دائم اگر که برگه اقامت دائم قطر قدیم بود ده سال روش هم نوشته بود که از این تاریخ تا این تاریخ خب دو تا فاکتور اینجا میاد وسط این گرین کارت رو ما بهش گفتیم گرین کارتش رو نمیذاریم دیگه اسمش رو میذاریم برگه اقامت دائم این برگه اقامت دائم تا موقع خوبه که شما اقامت دائم در آمریکا داشته باشین اگر احیانا بلنشین هی بریم بیرون و برگردین اینجا بیان یه دالی به دامادتون یا عروستون یا خالتون یا امتون بگین یه ما اینجا بمونیم مهمونی و برگردیم بریم دو مرتبه این رو تکرار بیرون. دفعی... یکی از این دفعات افسری یخت رو نمیگیره میگه آقا جون تو کجا زندگی میکنی اقامت دائم تو اینجا نیست اقامت دائم تو ایرانه تو فقط میگه اینجا این عنوان ویزا مصرف میکنی گرین کارت رو ازش میگیرن اگر احیان البته اول طبق قانون باید نوتیس بهشون بدن بعد از اینکه نوتیس بهشون دادن تکرار که شد میتونن که چیکار کنن بگن گرین کارت تو اینجا والنتری پس بده و برو دادگاه و شکایت کن اگر میخوای شکایتی بکنیم خب حالا چی میشه اگر من یک سال و یه روز بیرون بمونم اگر من یک سال و یه روز بدون اجازه بدون ری انتری پرمیت خارج از آمریکا و باشم گرین کارت من باطله سر مرز میتونه منو دینای بکنه حالا یکی اومده مثلا بگم رفته و برگشت و فلا اینا الان هشت ماه دیگه چهار دیگه پنج ماه دیگه گرین کاردش اون ده ساله هم تموم میشه ولی مرتب شما رفته و برگشته و رفته و برگشته اینا حالا در ایران میخواد تقاضا کنه که اینو گرین کارتش رینیو بکنن یا نه نه باید در اینجا باشه تا بتونه چیکار کنه گرین کارتش رینیو آیا میتونه اونجا بیاد اجزی دو سال رینتی پرمیت بگیره؟ نه باید وارد خاک آمریکا باشه تا بتونه این رینتی پرمیت رو بگیره در مورد اسالم چیزی که بهتون بگم به طور کلی اسالم پروسیجرش عوض میشه یه مقدار از پروسیجرش عوض شده یه مقداری قوانینشو ممکنه که عوض میکنن که حتما عوض میکنن البته الان سر کنگره انقدر شلوغه به این کسافتکاری ها و به این وضع انتخاباتی که یک سال دیگه هستش که نمیدونم که آیا آ... البته صحبتش که الان این رو به علت تمام مشکلاتی که سر مرس هست یکمی جلوش بنزن ولی آیا کی بی... انجام میشه نمیدونیم همقدر شما میدونین که من میدونم که شما ها میدونین ولی به طور کلی از, سال از ساله الان همش چی شده الکترونیکلی شده از یه طرف خیلی خوبه از یه طرف آدم باید یه چیزی رو بری یاد بگیری که خود من الان شاملشون هستم یه دو هفته گذشته وقت گذاشتم برای اشتباهی که یه نفر در یک قسمت شمال آمریکا رفته بوده تقاضای اسالم بکنه اینو من نمیدانم چرا اون پکیج رو فرستیدم پنسیلوینیا پنسیلوینیا درسته که قانون امیگریشن در همه جا چیزه یک یعنی یکسان اجرا میشه ولی بالاخره تو موقعی که توی یه تو نمیتونی بری آلبانی نیویورک تقاضا بکنی تو باید میزن بدی به امیگریشن آفیس توی دیگو به هر صورت اشتباهی شد و بیدیم. ما آمدیم دو مرتبه این دیم که او مای گاد الان باید بریم چیز کنیم با ایکس بریم جلو با الکترونیک فایلیم بریم جلو کار خیلی قشنگیه ولی تو بیادم یاد بگیره پدرش در میاد مثل هم اونش میریزه و چجوری کاورشیت درست کنی چجوری بری اسمیسی بکنی توش مشکلات یعنی به حساب زیاده باید که آدم چکار کنه باید آدم اینو قشنگ در مورد سالم بدونه و کورت الان دیگه قبول نه. نمیدونم مال پروفسور رو قبول میکنه یکی که خودش میخواد تقاضا بکنه قبول کنه ولی کسانی که ایمیگریشن پرکتیس میکنن باید الکترونیک فایلین داشته باشن من دیگه میخوام ببینم که آه لیبر سیتیفیکیشن هم صحبت کنم ببینین سرمایه گذاری و لیبر سیتیفیکیشن من اگر از شاخه به اون شاخه میپرم بر اساس سوالایی که از من در ظرف هفته کردن و اینا رو من یکی یکی دارم جواب میدم به طور جنرال جواب میدم که اگر که جنرالی ش... دیدین شما شامل حال اون میشین یعنی جوابش مثبت هستش اون وقت با وکیلتون یا با وکیل با من تماس بگیرین کار انجام میخوام بدم. حالا در مورد دو تا فاکتور اومد. یه فاکتوری بودش که یکی بودش سرمایه گذاری یکی هم بودش، خیلی سرمایه گذاری یه من سرمایه گذاری در آمریکا موقعی که روابط دو تا کشور خوب بودش برای کار یه نفر میمد تقاضای ایوان میکرد مثلا میگفت من در ایران این سنت رو دارم سنتم موفقه و میخوام بیام چیکار کنم یه شعبهش در آمریکا باز میکنم این روش ایوان میمد اینجا و یک به ساب ساب دیویژن از اون شرکتی که در ایران داشت خب این در سال 79 1979 موقعی که حکومت ایران رو عوض کردن اون از بین رفت بعدا یه چیزی بودش ای تو بودش ایوان برای اینکه با government میشه گفتن آقا ما با گاورمنت ها عمدی کار نمی کنیم ای تو گفتن ما ملت که کار نداریم ملت به اینجا سرمایه بکنه ای تو بودش که یه نفر بالا میشد میمد پاسپورت ایرونی داشت میمد اینجا یا یه نفر براش وکیلش براش یه شرکتی درست میکرد از طریق اون شرکت که اون شرکت مثلا یه فعالیتی داشت که میگفت من در سال آینده دو نفر کارمند استخدام میکنم و شرکت منم باز شده داره کار میکنه الان احتیاج به مدیر دارم مدیره که این آقاست درسته که سرمایه گذاری رو کرده ولی من شرکتم کورپوریشن ای بی سی تقاضا میکنه میگه آقا من میخوام رئیسم رو عوض کنم از ایرج ناصریان که تالا وکیلا بوده میخوام عوضش کنم به تقیه نمیدونم فلان کسه و اینو بهش اجزه بدیم بیاد اینجا خب این ویزای نان میگیرند میگرفت تا موقعی که اون تقی زنده بود و تا موقعی کورپوریشن کار میکرد اهمیت نداشتیش از چند, چند میره بیرون رو برمیگرده هر موقعی که وارد میشه دو سال بهش ویزا میدرن این روشن تو. ای تو در ظرف پنج شش ماه گذشته شاید هم بیشتر از بین رفت اگر شما پاسپورت ایرانی دارین دیگه بهتون ای تو نمیدن. اگر احیانا ایرانی هستین پاسپورت یک کشور دیگر رو دارین آره بهتون ای تو میدن. برای شما اون پاسپورتتون چیه شما یک شخصیت قانونی در یه مملکتی هستین که با آمریکا روابطش هم ظاهرا و هم باطنا خوبه حالا مثلا در ایران ظاهرا که ما میتونیم خوب نیستش باطنش که اصلا من خبر ندارم سرمایه گذاری بعدش بود 500 تایی بود 500 تایی الان شد 800 تا این سرمایه گذاری 800 هزار این سرمایه گذاری که در حال حاضر اهمیت نداره تو پاسپورت کجایی داشته باشی تقاضا در سرمایه گذاری 800 هزار یه نفر باید دو تا عینک بزنه ولی همه ایناش عینکاش باید نگاه کنه ببینه شرکتی که باشون سرمه گذاری کیه شما میتونین وکیلی که باهاش میخوان سرمه گذاری هشت ستایی بکنین برین توی گوگل نگاه کنین ببینین که این وکیل بکراندش در مورد سرمه گذاری چی هستش هشت دلار دلار پن... پنجاه هزار تومن علف عرضه نیستش یه پولی که این سابسان مانی که با تا اینکه بیاین این تا رو سرمایه گذاری کنین و پولای منیجمنت رو بدین پول وکیلتون رو بدین در حدود 900 تا تمام بشه روی این حساب باید خیلی دقیق انجام بدین بعدا صحبت دیگه که من بخواستم بکنم، گفتم که در مورد لیبر سرتیفیکیشن بود لیبر سرتیفیکیشن یعنی چی؟ به خصوص الان خیلی موقعیت خوبیه برای کسانی که تحصیلات دارن به خصوص توی استم هستن ساینس، انجنیرینگ، تکنولوژی و ماتماتیکس توی استم خیلی زود میشه آدم اپلیکیشن یه نفر که میخواد از طریق کار وارد آمریکا بشه البته این احتیاجی شما هیچ کاره این درش شما رو که میخوان تقاضا کنین بیان از طریق لیبر در شما هیچ کاره این کی کار کارفرمایی که میخواد یه نفر رو استخدام کنه کارفرمای باید ثابت بکنه که اول باید چیکار کنه حقوق این شخص رو تعیین بکنن قبلا شرکت بود ده پونزه سال پیش تو نیویورک که میومدن یه سری مهند کارتایی درست میکردن که لیبر سرتیفیکیشن بود اون موقع احتیاج نداشت که چیز بکنین پریولی ویژیز اینا رو, اینا رو می گرفتن بلنک می زشتن. بعدا یقنالی آقای ایکس مثلا سر از هندوستان می گفتن من میخوام بیام ایران رو از ایکی دی... مدرسه خیلی عالی دارن در اونجا میخوام بیام اینجا اینا اسم یارو رو می نوشتن و می اینو بهش مثلا 60 هزار دلار حقوق میدن به کمپانی که میفروشن 120 هزار دلار ما میفروختن دولت اومد جلوشی گرفت گفت باید کار کنیم گفت ما حقوق رو تعیین میکنیم البته این دیله زیادی در این کار انجام میده برای اینکه در قبلا من خودم یادم مثلا چندین سال پیش حتی ما با فکس میزدیم به, به اداره کار در کالیفرنیا که میگفتیم مثلا یه مهندس مکانیکس در سادن کالیفرنیا به این زیب کد چقدر باید حقوق سالگانه داده بشه اونا هم طبق که داشتن می دو روزه سه روزه اونها جواب میدن. میگفتم مثلا باید ایک هزار دلار بهشون بدید ما با ایک هزار دلار میومدیم تبلیغ میکردیم که آیا تو روزنامه ها البته اگر که پروفشنال باشه تو سه تا روزنامه اگر غیر پروفشنال باشه تو دو تا روزنامه یکیش کل جاب هست یکیش هر روزنامه دیگه میخواد بشه که در اون منطقه منتشر میشه یه سی روز اونجا سب میکنیم یه س روز اونجا سب میکنیم هنوز اون کسی که در ایران میخواد بیاد اینجا هیچ کار است و البته روز اولی که این کار شروع میشه کارفرماه باید چکار کنه باید که به وزارت کار بگه که حقوق چنده حقوق میگه حقوق برای کی؟ میگه این شرح وظایف این کارمندی که من میخوامه سه ماه طول میشه تا اینو جواب بدن میاد مثلا میگه هفتاد و پنیزار دلار هفتاد و پنیزار دلار شما آگهی میکنید در روزنامه که من یه نفر میخوام این وظایف انجام میده سالی هفتاد پنج هزار رو هم بهش پول میدم سی روز تو روزنامه و به اگر تو کالیفرنیا به وزارت به کل جاب اگر ایالت دیگه باشی تو روزنامه و به همون وزارت کار همون ایالت آگهی رو میفرستی تقاضا رو میفرستی میگه که من شرکت من میخواد همچی آدم استخدام میکنه. سی روز اون بق... بساب اون آگهی میمونه. سی روز هم سب میکنه تا اینکه جواب های اون آگهی رو بگیر میشه شست روز اونجا هم که نوید روز اونجا بود میشه سد و روز بعد میاد چیکار میکنه میبینه یه حتی جواب دادن که علکی جواب دادن هیشکار هست رو اصلا تو اون کار نمیتونه جوابگوی احتیاجات شما باشه ردشون میکنه بعد از اینکه ردشون کردین اون موقع هست که میان تقاضای لیبر سرتیفیکیشن میکنی شرکته در اینجا شما رو میاره تو پیکچر میگه من اینجا تقاضا کردم برای این کار این کار این کار هیچ رسپانسی نگرفتم هیچ جوابی نگرفتم ولی الان این آقای تقی آقا که یا حسین آقا که در اونجا هستش این رزومشه این میتونه کار منو انجام بده و اووردن این به امریکا جمله حتما اون کیورد جمله اوور 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 اووردن این از خارج به داخل آمریکا نگتیو امپکت نره اثر منفی روی کارگر آمریکایی نداره برای ما گشتیم پیدا نگردیم رو نصاب اون موقع هستش که به این شخصی در مورد لیبر سیتفیکیشن صحبت میکرد جواب بده نمیدونم من دیمه رو من جواب دادم یا نه کسانی که برای من دیمه سغازا کردم برای گرفتن اپوینتمنت برای اسالم و کسانی که اسالم رفتن و مصاحبه کردن یه عالم طول کشته تا جواب بهشون بدن ما هر برنامه که داشتیم روی من ما موفق بودیم کسانی که توی کنسولگری ها معطلن و اونم مدتی گذشته رو اونام الان من مثل انجام دادیم و در مورد اینکه دنبال این میگردیم که راهی پیدا کنیم که اپوینتمنت بگیریم برای افرادی که الان توی صف نشنال ویزا سنتر هستن دو تا صورت داره یکی اینه که چیه یکی اینه که اینا هنوز ویزا بولتانی که نگاه میکنی پریوریتیشون کرنت نشده یعنی هنوز به سر صف نرسیدن یکی اینه که اینا رفتن به سر صف رسیدن مصاحبه کردن یا مدتی گذشته هنوز بهشون جواب ندن در این موارد هم خب خیلی اه درست انجام شه یعنی اونایی که تو صف های سدن زیاد باید سب کنیم تا پریارتیشون کارنک بشه تا نوبتشون بشه اونایی که رفتن امبسی و بهشون جواب ندن دفنت جواب مثبت گرفتیم اینا خیلی خوبه اون وقت من درباره این که صحبت کردم اجیپت و عمان که صحب هم که صحبت کردم ویتینگ هم که صحبت کردم من زیاد دیگه صحبتی ندارم برای اینکه همه چیز رو من کاور کردم و اگر تلفنی نباشه آقای امیر خان میتونه یه آهنگی بذاره و ما رو مرخص بکنه گوش کردی امین یا آهنگی بذار برای اینکه من دیگه چیز ندارم بگم که هم تلفن نکرده